درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشستید. سیامک دهخانپور هستم. در دوشنبه 23 دی ماه 13 ژانویه نگاهی داریم به روابط بریتانیا و ایران. صلح نیابتی. جمهوری اسلامی ایران تعهد کرده که غنی‌سازی 20% رو به حالت تعلیق در بیاره و مواد 20% تولید شده رو به صورت 50% به اکسید تبدیل بکنه، 50% رو رقیق سازی بکنه. در مقابل طرف مقابل تعهد کرده که اولا تحریم‌های نفتی رو متوقف بکنه، یعنی بیش از این خریداران نفت ایران ملزم به کاهش خرید نفت نباشن. ملزم شده که تحریم پتروشیمی رو برداره به صورت کامل، تحریم صنایع خودرو رو برداره، تحریم طلا و فلزات گرانبها رو برداره، در صنایع هوایی بعضی از تحریم‌ها رو برداره از روی ایرانیر و همینطور از همه مهمتر یک کانال بانکی رو مشخص بکنه که خرید اقلام غیر تحریمی رو به اصطلاح تسهیل بکنه و تسریع بکنه که اهمیت بسیار زیادی داره و سطح تجارت قانونی با اروپا رو هم تا میزان 10 برابر افزایش بده که بدون مجوز بتونه انجام بشه. اینها مجموع اقداماتی هست که طرف مقابل باید انجام بده، به اضافه آزاد کردن 4.2 میلیارد دلار از درآمدهای ایران که در خارج از کشور به هر حال وجود داره. توافقنامه ژنو باید اجرا شود تا دو طرف به توافق جامع که در آن حق غنی‌سازی ایران در آن دیده شود دست پیدا کنند. جک استرا وزیر خارجه پیشین و نماینده فعلی مجلس عوام بریتانیا در گفتگوی در پایان سفر هیئت پارلمانی بریتانیا به ایران گفت اگر تحریم‌های جدید علیه ایران وضع شود مطمئناً ایران واکنش بدی به این موضوع خواهد داشت. لورد نورمن لامونت عضو مجلس اعیان بریتانیا از حزب محافظه‌کار و وزیر پیشین خزانه‌داری بریتانیا از دیگر اعضای این هیئت پارلمانی گفت رئیس جمهوری آمریکا به صراحت گفته است که هیچ تحریمی را علیه ایران اعمال نمی کند و باید آن دو سناتوری که طرح‌های علیه ایران به کنگره دادند بدانند که رؤسای 10 تا 12 کمیسیون کنگره با این طرح مخالفند و رئیس جمهور آمریکا نیز قدرت وتو این طرح را دارد. جک استرا ضمن تاکید بر این که من و همکارانم به مخاطبان خود در دولت انگلستان گفته و خواهیم گفت که جمهوری اسلامی ایران بدون هیچ پیش شرطی در کنفرانس ژنو 2 بر سر آینده سوریه حضور یابد تصریح کرد به طور رسمی از رئیس و گروه دوستی پارلمانی ایران و بریتانیا دعوت کردیم که طی 6 تا 9 ماه آینده از پارلمان بریتانیا دیدن کنند. در فیسبوک افق از شما پرسیدیم سفر هیئت پارلمانی بریتانیا به ایران به موقعیت دولت حسن روحانی کمک میکند. همطور که میبینید تقریبا آری و خیر برابر هست، 50% در برابر 50%. تا چند 2 ساعت پیش آری ها بیشتر بودن ولی الان برابرن. نظرسنجی کماکان برقرار، میتونید به فیسبوک افق برید و گزینه هایی که مد نظرتون هست انتخاب بکنید. از طریق گوگل پلاس و توییتر هم میتونید با ما در تماس باشید. برای دریافت فایل صوتی برنامه به افق@voanews.com ایمیل بفرستید. اما نگاهی بیاندازیم در 7 پرده به روابط بریتانیا و ایران طی 2 سال گذشته. مجلس شورای اسلامی کاهش روابط با بریتانیا را با 179 رأی تصویب کرد. شورای نگهبان بعداً آن را تایید کرد. حسین سبحانی نیا عضو کمیسیون امنیت ملی و از حامیان این طرح. مجلس از ماها پیش منتظر چنین فرصتی بود تا حداقل پاسخی به دشمنی‌های انگلیس بدهد. نقش انگلیس در شورش‌های خیابانی فتنه 88 بر کسی پنهان نیست. سفارت بریتانیا در تهران مورد حمله عده‌ای قرار گرفت و اشغال شد. نیروی انتظامی تحت فرماندهی اسماعیل احمدی مقدم با مهاجمان به سفارت برخورد نکرد. انتقاد رهبر جمهوری اسلامی از حمله گروهی و اشغال سفارت بریتانیا در تهران. آیت الله خامنه ای:
در قضیه اخیر اشغال آن سفارت خبیث احساسات جوانان درست بود ولی رفتارشان درست نبود. مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه دولت حسن روحانی: سفارت انگلیس در ایران به زودی بازگشایی می شود. ایران و انگلیس هر دو کاردار غیر مقیم تعیین خواهند کرد. جک استرا، وزیر سابق امور خارجه بریتانیا و رئیس گروه دوستی پارلمانی انگلیس و ایران، در رأس هیئتی وارد تهران شد و با محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، دیدار و گفتگو کرد. خبرگزاری جمهوری اسلامی به نقل از جک استرا: من صادقانه میگویم یک قدرتی را برای دیپلمات‌های انگلیسی فرض کرده اید و اصلا چنین قدرتی وجود ندارد و نمیخواهند همچنین قدرتی را در اختیار داشته باشند. علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و از طراحان کاهش روابط ایران با بریتانیا در سال 1390، با جک استرا دیدار و گفتگو کرد. مهمان‌های امشب افق لورد نورمند لامونت، نماینده مجلس اعیان بریتانیا از حزب محافظه‌کار، رئیس هیئت مدیره اتاق بازرگانی بریتانیا و ایران و وزیر پیشین خزانه‌داری بریتانیا هستند. آقای رضا تقی‌زاده، کارشناس روابط بین‌الملل، و آقای مجید تفریشی، پژوهشگر تاریخ و کارشناس روابط ایران و بریتانیا، هم از لندن با ما هستند. به هر دو شما درود می‌گیم. به افق خوش آمدید. از لورد لامونت که جمعه از ایران بازگشته، ابتدا در مورد موافقت 5+1 شامل بریتانیا بر سر اجرای توافق هسته‌ای ژنو پرسیدیم. خب من فکر نمی‌کنم که مبالغی که به ایران داده میشه از نظر مالی مبالغ شاخص یا کلانی باشه. در این حال اینها قابل برگشت، توافق قابل بازگشتی در همه مفاتش هست. اما اگر ما به توافقی واقعا مؤثر با ایران برسیم، مطمئناً به استحکام و ثبات وضعیت منطقه خاورمیانه کمک خواهد کرد و در این حال نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران و از سوی دیگر در واقع متوقف کردن غنی‌سازی 20% اورانیوم، این امکان رو به جامعه جهانی خواهد داد که از نزدیک مراقب فعالیت‌های هسته‌ای ایران باشه، حتی اگر که ایران احیاناً دنبال کردن فعالیت‌هایی رو برای ساخت سلاح هسته‌ای در سر اندیشه‌اش رو در سر داشته باشه. البته من شخصا معتقد نیستم که چنین قصدی داره. خب ترجمه همزمان مصاحبه با لورد لامونت هست که مهناز صمیمی انجام میده. آقای تقی‌زاده، واکنش شما رو بشنویم به پذیرش اجرای توافق ژنو از 30 دی‌ماه. یکی از نکاتی که به شکل متفاوت هست با اونچه که در اون متن نخست وجود داشت این که در صحبت ها اشاره شد، موافقت شده سطح تجارت با اروپا در حوزه مسائل غیر تحریمی تا 10 برابر افزایش پیدا بکنه. این
تغییر یا افزایش حجم مبادلات ایران با جامعه اروپا موکول به امکانات مالی است که ایران از اون برخوردار هست. وقتی نفت رو از تجارت خارجی ایران با اروپا حذف بکنیم و درآمدهای کنونی ایران رو در نظر بگیریم، می‌بینیم این 10 برابر کردن حجم مبادلات تجارت خارجی در تبدیل به عدد رقم بزرگی رو نشون نمیده. مهم این نیست که ما در یک نقطه نزدیک به صفر یا پایین‌تر از اون بخوایم افزایش تجارت خارجی با یک کشور رو مد نظر قرار داده باشیم و از اون این نتیجه گیری بکنیم که واقعا این حجم تجارت جهشی رو در راه خواهد داشت. زمانی این جهش صورت می گرفت که ایران به عنوان شریک انرژی اروپا میتونست مقام مهمی در تامین نیازهای نفت و گاز اروپا ایفا بکنه و همینطور مبادرت بکنه به واردات مواد صنعتی و کالاهای مصرفی از اروپا. این در تجارت خارجی همچنان تا رسیدن به مرحله بعدی توافق اتمی مسدود خواهد بود. بنابراین افزایش حجم تجارت با اروپا و بین ایران و اروپا اونقدر نیست که 10 برابر شدن اون رقم اون رو الغا میکنه. چقدر مجموعا خوشبین هستید به اجرای برشکلی توافق که قرار است دوشنبه آینده عملا انجام بشه؟ من از 2 ماه پیش هم در نوشته ها هم در گفتارهای خودم تاکید می کردم که جمهوری اسلامی به علت نیاز رسیدن به توافق موقت و عبور از بحران کنونی اقتصادی خودش ناگزیر از پذیرفتن شرایط غرب است، به خصوص آمریکا و چانه‌زنی هاش بر سر مسائل جزئی. هدف بزرگتر رو تأمینش رو با تأخیر روبرو میکنه و اعتماد داشتم که جمهوری اسلامی به این شرایط تن در خواهد داد و توافق موقت عملی خواهد شد، ولی به همون نسبت که به نتیجه اجرا و نهایی شدن توافق موقت امیدوار بودم و هستم، نسبت به اجرایی شدن مرحله دوم این توافق ها نظر ناموافق دارم و تصور میکنم که اجرای مرحله دوم برای آقای دولت آقای روحانی بسیار بسیار دشوار خواهد بود. آقای تفرشی اگر اجازه بدید من میخوام بخش کوتاهی از صحبت های آقای عراقچی رو بشنویم و بعد واکنش شما رو به همین توافقی که صورت گرفت که این موافقت نامه به اجرا گذاشته بشه رو با هم بشنویم. صحبت های معاون وزارت خارجه ایران رو با هم بشنویم. آزاد شدن 4.2 میلیارد دلار از درآمدهای ایران که این در یک دوره 6 ماهه و در حقیقت در 8 نوبت صورت میگیره. در مقابل هم کاری که جمهوری اسلامی ایران میکنه، اون تبدیل مواد غنی شده 20% به اکسید یا رقیق سازی اونها رو هم جمهوری اسلامی ایران در یک دوره 6 ماهه و در به حال دوره‌های مختلفی انجام میده. آقای تفرشی واکنش‌ها در داخل متناقض و گاهی متضاد بود. عده طبیعتاً نزدیک به دولت خیلی تشویق کردن و ترغیب کردن ادامه در واقع این روند رو و عده دیگر همطور که میدونید از اصولگران تندرو منتقدن. حتی همین بحث آزاد کردن این دارایی‌ها رو در 8 قسط رو به شدت زیر سوال بردن. ببینید یه بحث اینه که سر جزئیات و بند به بند توافق ژنو با هم صحبت کنیم و ببینیم که چی ایران داده و چی گرفته. توافق ژنو مخالفان جدی در داخل ایران و در خارج ایران داره. در خارج ایران عده‌ای معتقدند که این امتیاز دادن و فرصت دادن به ایرانه و به هر حال ایران نیاز داره به این. در داخل معتقدند که امتیاز دادن به غربه. به هر حال این دو دیدگاه که ظاهرا با هم متنافر هستن و متضاد در یک جبهه دارن علیه این توافقنامه عمل میکنن. برای من مسئله مهمتر از جزئیات توافقنامه که البته مهم هستند، مسئله واقعیت بازگشت ایران به عرصه مناسبات کلان بین‌المللی است و مذاکراتی که 6 قدرت بزرگ جهانی با ایران انجام دادن و به یک توافق ابتدایی رسیدن. توافقی که البته همه چیز نیست ولی آغاز خیلی چیزا میتونه باشه و همین دلیل باعث میشه که کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس و اسرائیل و کسانی که با دولت آقای روحانی مشکل دارن و اختلاف بنیادین دارن معتقدن که این فرصت نباید به ایران داده میشد. بنابراین به نظر من از نظر کلی و از نظر یک نگاه راهبردی توافق ژنو یک موفقیت بزرگ برای ایران، همونطور که برای غرب هم البته یک شکست بنبسته. دو طرف در معاهده به نظر من برنده شدن در این توافقنامه. خب از لرد لمون در مورد هدف سفر ایشون به ایران پرسیدیم. بحث زیادی هست در مورد اینکه روند این توافق، روند لغو تحریم‌ها برای ایران خواهد بود. از ایشون پرسیدیم اینکه سفر ایشون و مجموعه فعالیت دیپلماتیک به لغو اون تحریم‌های یک جانبه‌ای که بریتانیا 21 نوامبر 2011 توسط جورج آزبورن وضع شد منجر خواهد شد و یا سطح روابط ایران و بریتانیا به سطح سفیر باز خواهد گشت؟
خیر، سفر ما هیچ ارتباطی به تحریم‌های بریتانیا علیه ایران نداره. هدفمون هم این نبود. ما هدفمون ملاقات با چند تن از نمایندگان مجلس بود و این بخشی از فرایند تعامل است با ایران و ما در بریتانیا در اندیشه آغاز مجدد روابط دیپلماتیک با ایران هست و ما به دنبال انتخابات ریاست جمهوری در ایران و لحن و ادبیات متفاوت دولت ایران در اندیشه اون هستیم که سفارت بریتانیا در تهران رو بازگشایی بکنیم و البته ما پیش از اون باید اطمینان خاطر کامل حاصل بکنیم از سلامت و امنیت دیپلمات‌های ما، دیپلمات‌های بریتانیایی و همینطور ایرانی‌هایی که کارمند محلی سفارت بریتانیا هستند و برای سفارت بریتانیا کار می‌کنند. ما نمی‌خواهیم که اونها هم قربانی شوند از مسئولیت هر دو طرف. باید ابتدا اطمینان حاصل کنیم. آقای تقی‌زاده، روابط دو کشور ایران و بریتانیا پس از اون سفر 21 سپتامبر 2001 جکسترا به سمت وخامت گذاشته در طول این سالها، تقریبا این 12-13 سال گذشته، یا به سمت بهبود رفته این فراز و نشیب‌ها، چه معنایی دارن به نظر شما؟ همینطور که میدونید بریتانیا قبل از انقلاب یکی از شرکای عمده تجارت خارجی ایران به شمار می‌رفت. شرکت‌های نفتی بریتانیا به خصوص بی پی در ایران بسیار فعال بودند. بخشی از نیازهای نظامی ایران، نیازهای دفاعی ایران توسط بریتانیا تامین می‌شد و در نتیجه مبادلات نفتی و همینطور تجارت‌های نظامی و تامین اقلام الکترونیکی بریتانیا به یکی از، همونطور که عرض کردم، شرکای بزرگ تجارت خارجی ایران تبدیل شده بود و نیت این بود که با کشیدن خط لوله گاز این حجم مبادلات بیش از پیش افزایش پیدا بکنه. ولی بعد از انقلاب مناسبات ایران و بریتانیا در یک مسیر بسیار ناهموار قرار گرفته و به دفعات در دچار تشنج بوده و قطع مناسبات، آخرین اونها مناسباتی است که در دو سال گذشته به علت هجوم دانشجویان در تهران یا اون کسایی که به عنوان دانشجو معرفی شدن، به خروج کادر دیپلماتیک بریتانیا از تهران و دستور وزارت خارجه بریتانیا به اخراج همه کارکنان سفارت ایران در لندن انجامید. این مناسبات حالا از نظر تجاری به پایین‌ترین سطح ممکن نازل شده. یکی از دلایل کاهش سطح مبادلات تجاری طبیعتاً نداشتن سفارتخانه و آزاد نبودن تجار برای رفت و آمد و دلیل دوم کاهش حجم تجارت خارجی ایران با اروپا به طور عام. بنابراین رغبت کمی در بریتانیا وجود داره برای توسعه سریع مناسبات با تهران. من تصادفاً امروز پیش از گفتگوی با شما با یکی از اعضای مؤثر کمیته روابط خارجی مجلس عوام صحبت می‌کردم که در مورد سفر آقای لوموند و جک استرو به تهران هم با اونا صحبت کردم. اون در تایید این آقای روری استیوارد عضو کمیسیون کمیته روابط خارجی، جنبندی من رو مورد تایید قرار میداد که برخورد دولت محافظه‌کار بریتانیا با جمهوری اسلامی برخورد بسیار احتیاط آمیزی است. اونها در مقابل تهران قدم هاشون رو گام به گام برمیدارن، چرا که به صورت در شکل یک انسان مارگزیده نسبت به نداشتن هماهنگی در سیاست داخلی ایران و در درون حاکمیت، این بیمناکی رو دارند که هر نوع گشاده دستی در ارتباط با تهران بتونه با واکنش منفی شاخه‌های دیگری از حاکمیت روبرو بشه. بنابراین بدبستانی که با تهران خواهند داشت بدبستانی بسیار محدود و بسیار آرام و گام به گام خواهد بود، همونطور که آقای نورمن لوموند هم در گفته‌های امروزش با شما اون رو مورد تاکید قرار داد و اعزام یا رفتن گروه پارلمانی دوستی ایران و بریتانیا تغییر وضعیت چندانی در این اوضاع نخواهد داد. این چیزی است که عضو رسمی کمیسیون هم مورد تایید قرار داد و تاکید کرد که این کمیسیون یا این اعضای این 4 نفری که به تهران رفتن نه دستوری از سمت وزارت خارجه داشتن و نه مأموریت خاصی از طریق پارلمان بریتانیا، یک مأموریت داوطلبانه بوده که گامی دوستانه
دوستانه در جهت توسعه دوستی با ایران و بریتانیا رو بتونه مسیرش هموار کنه. اتفاقا نکته مهم همین هست که میشه خیلی کوتاه توضیح بدید، بعد از اون تماس تلفنی که دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا با آقای روحانی گرفتن و بسیار خبرساز شد، این پرسش الان مطرح میشه برشک آقای نورمن لومونت. به نظر میاد شخصیت برشک کم وزنی نیست با توجه به سابقه بسیار طولانی 3-4 دهه در پست‌های مختلف وزارت انرژی، دفاع، پست‌های متعددی وزارت خزانه داری داشته و الان هم سال‌هاست که برشک در مجلس اعیان فعال هست. آیا فکر می‌کنید این هیئت با توجه به هماهنگی‌ها، چراغ سبز پشت صحنه حداقل از سوی دولت دیوید کامرون به تهران سفر کرده، طبیعتاً بعد یه هماهنگی در این سطح انجام گرفته باشه، شما فکر می‌کنید چنین چیزی؟ به هیچ وجه. من توضیحات اضافه خدمتتون میدم. در طول همین صحبتی که امروز با روری استیوارد داشتم، او به من گفت که این ماموریت از طرف دولت نبوده، دولت بریتانیا با سفر قبلی آقای جک استرو که داوطلب رفتن به تهران شده بود زمان انتخابات آقای روحانی و می‌خواست در مراسم تحلیل او شرکت بکنه، دولت در این مورد حتی یه مقداری اذیت شده بود، مشکل داشت و نمی‌خواست این سفر انجام بشه، ولی در این حال نمی‌تونست مانع از انجام سفرم بشه و این داوطلبی دوباره برای سفر توسط آقای جک استرو صورت گرفته. هزینه این سفر رو در تهران و در ایران دولت جمهوری اسلامی می‌پردازه و در انجام مرحله اول سفر این 4 نفر هزینه‌های سفر رو شخصا می‌پردازن و بعد بخشی از اون رو از پارلمان بریتانیا خواهند گرفت. یک بریفینگ کوتاه با وزارت خارجه داشتن که با چه مسائلی اونجا روبرو میشن، ولی رفتن اونها به تغییر سیاست بریتانیا در قبال تهران نخواهد انجام مید. آقای جک استرو احتمالاً هفته آینده روز سه‌شنبه در پارلمان کمیسیون روابط خارجی حاضر میشه، فقط توضیحاتی در مورد نتیجه این سفر در اختیار کمیسیون خارجی قرار میده، ولی ملاقاتی با مقامات وزارت خارجه در کار نخواهد بود. آقای تفرشی، همونطور که شنیدید آقای لامون گفت تحریم‌های یک جانبه بریتانیا هم حتی در برنامه نیست که اینها لغو بشه، اون چه که بعد از اون ماجرای سفارت ظاهرا واکنشی بود به اون تحریم‌ها و تنش‌هایی که پیش اومد مربوط به اون تحریم‌های سال 2011 رو من مد نظرم هست، ولی در عین حال به هر شکلی این واقعیت وجود داره که همصدایی بین این سفر این گروه به تهران و اون چه که الان دولت آقای کامرون و آقای ویلیام هیگ صحبت می‌کنن کاملا دیده میشه. ببینید، سفر اخیری که به تهران صورت گرفت هیچ کس انتظار معجزه ازش نداشته و نداره، این از طرف ایران نه از طرف بریتانیا. واقعیت اینه که این سفر دشمنان و مخالفانی در هر دو کشور داشته و صداهای مختلفی در مورد شنیده میشه. شما رو همون صفحه فیسبوک خودتون نگاه کنید، عده‌ای معتقدند که تمام منویات روابط ایران و بریتانیا اساساً اساس باطله و هر گونه ارتباطی علیه ایران، یه عده معتقدند همه مسائل ایران و بریتانیا میچرخونه و ایران در دست کنترل بریتانیا است و این چیزیه که از سالهای قبل از انقلاب، از دوره قاجاریه و دوره پهلوی وجود داشته. شما اسناد دوره محمد رضا شاه به خصوص دوره سالهای پایانی حکومت محمد رضا شاه ببینید، رابطه عشق و نفرتی بین شاه و بریتانیا وجود داشت، در اینی که مناسبات بسیار خوبی از جهت اقتصادی و نظامی و انرژی با بریتانیا داشت ایران، همونطور که آقای تقی‌زاده فرمودن، از وقتی در لایه‌های زیرین روابط دیپلماتیک و در بسنش وارد میشین در گزارش‌های محرمانه می‌بینید یک نفرت و یک انزجاری در حتی بعضی از اعضای هیئت حاکمه ایران در همون دوره از بریتانیا وجود داره و این بعد از انقلاب هم وجود داشته. بنابراین بعد از یک دوره رابطه عشق و نفرت به نظر میرسه که در حال حاضر شرایط مناسبی مهیا است برای یک رابطه منصفانه، نسبتاً منصفانه و متعادل، برای اینکه به هر حال با توجه به گذشته نشندان ناخوشایند یک سری تغییرات ایجاد بشه. آقای نورمن لومون و آقای جک استرو و آقای جرمی کوربن و آقای بن والاس، 4 نفری که در این سفر بودن، هر کدوم آدم‌های بزرگی هستن در عرصه سیاست خارجی، سیاست پارلمانی بریتانیا و به خصوص آقای لوردمون کسیه که به نوعی مرشد فکری آقای کامرون و آقای ویلیام هیگ و به اصطلاح نماینده نسل بعد از خانم تاچر و در واقع نسل میانه بین خانم تاچر و آقای کامرون و کسیه که به هر حال نظراتش روی دیوید کامرون تاثیر مستقیم داره. اینکه بگیم هیچ از سر خود رفتن و هیچ تاثیر نگاهی به دولت نداشتن و بدون توجه به منویات دولت بریتانیا بوده، منظورم این مقداری کم عنایتی است به وضعیت نورمن لومون و جک استرو و همینطور آقای جرمی کوربن که یکی از محترمترین و آبرومندترین سیاستمداران بریتانیا است و اینا کسایی هستند که هر کدوم عده زیادی عقبه دارن و عده زیادی هوادار دارن و پشتیبان دارن، چه در عرصه سیاسی، چه در عرصه رسانه‌ای بریتانیا. و این سفر سفریه که
فی نفسه شاید ارزش آنی و تاثیر مستقیم فوری نداشته باشه، ولی به نظر میسه که میتونه گشاینده مذاکرات در دراز مدت باشه بعد از یک دوره 8 ساله و 4 ساله مصیبت بار در روابط ایران و غرب و روابط ایران و بریتانیا و حادثه ناگوار دو سال پیش حمله به سفارت بریتانیا که دودش بیشتر از همه به چشم ملت ایران رفت و منافع ملی ایران و هیچ سودی برای ایرانی‌ها نداشت جز ضرر و دردسر برای مردم ایران نداشت. به نظر میرسه که در دو کشور به یک عقل برسی رسیدن به قول معروف برای اینکه شرایط گذشته رو تغییر بدن. در داخل ایران دشمنانی داره و مخالفینی داره، در خارج از ایران هم در بریتانیا هم کسانی هستن که دید سوء زن بهش نگاه میکنن. هر دو طرف همونطور که آقای تقی‌زاده فرمودن گام به گام دارن عمل میکنن، هیچ کدوم نمیخوان احتیاط از دست بدن، هم به جهت اینکه به هر حال سیاست‌های طرف مقابل ازش مطمئن نیستن. ایران و بریتانیا هر دو سوء زن‌هایی به هم دیگه دارن. سال‌های زیادی در ابتدای چالش هسته‌ای رئیس مذاکره کننده بریتانیا در مذاکرات هسته‌ای کسی بوده که بعداً معلوم شد از ابتدا افسر ارشد ام آی 6 بوده، الان رئیس ام آی 6 است. بنابراین ایرانی‌ها حق دارن که سوء زن داشته باشن، بریتانیا هم حق داره سوء زن داشته باشه. دو طرف نسبت به صداقت و صلاحیت همدیگه در این مناسبات سوء زن دارن و این سوء زن‌ها یک شبه رفع نمیشه. مخالفانی داره و موافقینی و به نظر میرسه که در منتها اصرار دو طرف برای اینکه در یک پروسه دراز مدت رابطه بهبود ببخشن، همونطور که آقای دیوید کامرون در مکالمه تلفنشون با آقای روحانی گفتند، بحث هسته اگر حل بشه خیلی از بحث‌های دیگه به دنبال اون ممکنه که رفع و رجوع بشه. بسیار خب، از لرد لمان پرسیدیم با توجه به دعوت از گروه پارلمانی ایران برای سفر به بریتانیا، این سفر چقدر بر دینامیک داخلی ایران و چالش‌هایی که آقای روحانی با منتقدین و مخالفان داره تاثیرگذار خواهد بود و به تحکیم موقعیت دولت روحانی در میان منتقدان داخلی کمک خواهد کرد؟ من امیدم این هست که اینطور بشه. یکی از نکاتی که من مرتب تکرار کردم طی دیدارهایی که در ایران داشتم این بود که تاکید کردم بر این که هم ادبیات و هم لحن آقای روحانی بسیار متفاوت از رئیس جمهوری قبلی هست. آقای احمدی نژاد با اظهارات و صحبت‌های تهاجمی و تحریک کننده خودش زیان بسیاری به کشور خودش زد و من فکر می‌کنم که به هیچ نحوی میسر نبود یا ممکن نبود که کسی بتونه بیش از آقای احمدی نژاد به ایران و به مردم ایران و به چهره و وجهه جهانی ایران لطمه بزنه با روی کردهاش و با عمل کردش. البته این رو هم باید مد نظر داشت که به هر حال ما میدونیم گروه‌های گوناگونی در ایران صاحب عقایدی هستند و ممکنه متنفذ هم باشند. مسئله تردید در حسن نیت آقای روحانی نیست که من به شخص تردیدی در اون ندارم. مسئله این هست که تا چه اندازه ایشون بتونه کاری رو که میخواد انجام بده و نفوذ و تأثیر لازم رو داشته باشه. خب این گفتگویی است که با لرد لمان انجام دادیم حدود نیم ساعت 45 قبل از برنامه. در طول برنامه بخش دیگرش رو خواهید شنید با ترجمه همزمان مهناز صمیمی. آقای دکتر تقی‌زاده، همونطور که صحبت شد قرار بود این سفر در یکی دو نوبت زودتر انجام بشه، بعد به دلایلی شاید ناهمخوانی‌ها و شاید انتقادهای خیلی تندی که در مجلس از سوی برخی از نمایندگان صورت گرفت به تعویق افتاده بود. حتی آقای لاریجانی هم گرچه برشک اینها در مقام رئیس پارلمان نبودن، ولی در نمونه‌های دیگری چون دیدارهای در این سطح با آقای لاریجانی انجام گرفت. آقای لاریجانی در این سفر حتی حاضر نشد که با آقای جکسترا و آقای لرد لمان ملاقات بکنه. فکر می‌کنید چرا این اتفاق افتاد؟ همونطور که شما به درستی اشاره کردید، این سفر با مقاومت اصولگرایان به خصوص اصولگرایان مجلس روبرو بود و وقتی آقای جک استرا داوطلب شرکت در مراسم تحلیف شد در مجلس، مجلسی ها مانع از انجام این سفر شدند. ولی در نوبت دوم تا حدود این مقاومت ها کاهش پیدا کرد در نتیجه اصرار دولت، ولی همچنان ما مخالفت‌های داخلی رو در درون مجلس به خصوص شاهد بودیم. حتی 24 ساعت قبل از انجام این سفر یکی از نمایندگان تندروی مجلس روح الله نژاد حسینیان اعلام کرد که اگر او جک استرا رو در راهروهای مجلس ببینه به سمت او تخم مرغ گندیده پرتاب خواهد کرد. ولی دیدیم که یک چهره تندروتر از او، یعنی آقای کوسری عضو کمیسیون روابط خارجی، با چهره نسبتاً خندان در کنار جک استرا قرار گرفت و آقای جک استرا هم در مصاحبه
مطبوعاتی روز چهارشنبه هفته گذشته خودش و همینطور آقای نورمالومند مطالبی رو به زبون آوردند که خواسته های رژیم و خواسته های جمهوری اسلامی و حتی خواسته های اصولگرایان بود. تحریم ها رو محکوم کردند و گفتند که مناسبات غرب با ایران بایستی که بهبود پیدا بکنه و گفتند که بایستی تحریم ها از علیه ایران برداشته بشه و این حرفایی است که بعد تبلیغاتی او در جهت تثبیت وضعیت دولت مورد استفاده هر دو شاخه قرار گرفت. اگر هدف این گروه از رفتن به تهران تلطیف چهره بریتانیا نزد کارگزاران حاکمیت در ایران بود، به این هدف تا حد زیادی رسیدن. به هدف دوم هم که تحکیم موقعیت دولت در درون حاکمیت جمهوری اسلامی بود، به این هدف هم رسیدن. انعکاس سفر هیئت دوستی پارلمانی بریتانیا به تهران در بریتانیا بسیار بسیار محدودتر از انعکاس داخلی اون در ایران بود. بنابراین این بود اولیه، یعنی تحکیم موقعیت دولت آقای روحانی و همینطور تلطیف چهره بریتانیا در درون ایران به عنوان مأموریت درجه اول این رژیم به صورت اکمل تامین شد. این نکته که برای من برشک پرسش است آقای تقی‌زاده این هست که آقای بروجردی صحبت کردیم و افرادی که پیشتاز قطع روابط و کاهش سطح روابط ایران با بریتانیا بودند در یکی دو سال گذشته به ویژه، الان خودشون پیشقدم میشن با همین گروهی که از پارلمان بریتانیا رفتن دیدار و ملاقات میکنن. در این حال گفتیم که خب آقای لاریجانی با دیپلمات در واقع نمایندگان دیگر پارلمان اروپا حاضر به ملاقات شد ولی در این مورد ملاقات نمیکنه. آیا ما سیاست روشنی هم از سوی مجلس حتی نمیبینیم در مورد اینکه چگونه میخوان با پارلمان نمایندگان پارلمان کشورهای اروپایی و دیگر کشورها روبرو بشن؟ مجلس به صورت هماهنگ سیاستهاش رو اجرا نمیکنه. آقای روحانی نسبت به آقای لاریجانی نسبت به آقای روحانی اندکی متمایل تر از به میانه راست سیاست ایران تا جایی که دولت عملگرای آقای روحانی قرار گرفته. به این علت شاید در آخرین لحظه آقای لاریجانی تحت تاثیر فشارهای خارجی گفته‌های نظیر گفته‌های آقای حسینیان این ملاقات رو تعطیل کرد، ضمن اینکه آقای روحانی هم در همون روز اعلام کرد ملاقات رسمی با آقای جک سوران نخواهد داشت. بنابراین از این لحاظ به نوعی خواستن که تندی‌های اصولگرایان رو نسبت به انجام این سفر کاهش بدن و به نوعی بتونن از مزایای اون استفاده بکنن. اظهارات آقای بروجردی رو هم در راستای همین خط احتیاطکاری پنهانی ولی عملگرایی در باطن میشه توجیه کرد. این دور از ذهن نیست. وقتی میبینیم مثلا آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در باطن وقتی با دولت ملاقات میکنه برنامه‌های هسته‌ای گفتگو با آمریکا، قبول توافق موقت رو مورد تایید قرار میده، ولی وقتی ایشون به مشهد یا قم میره و در مقابل مردم قرار میگیره و علنی صحبت میکنه، آمریکا رو همچنان دشمن ایران معرفی میکنه. آقای تقی‌زاده، آیا مجلس این گونه تماس ها و دیدارها رو آقای تفرشی در واقع اینها رو خودش خودجوش انجام میده تحت فشار دولت آقای روحانی این دیدارها انجام میگیره؟ آقای روحانی و دولتش به دنبال چه هستن از این دیدارهایی که ظاهرا هم تو که گفتید نتیجه شاید چندانی هم الان در بر نداشته باشه؟ آیا هدف داخلی بیشتر داره یا به نگاه به صحنه بین المللی دارن؟ ببینید، دو گزینه که شما گذاشتید که خودجوش یا تحت فشار، هر دوش نادرسته. بنابراین به نظر من نه خودجوش نه تحت فشار، با یک تعاملی انجام میشه، همونطور که در همه دنیا بر اساس تعامل انجام میشه و برنامه‌ریزی انجام میشه این دیدارها. نه خودجوش نه تحت فشار، یک گفتگوهایی هست و هماندیشی هست برای اینکه همچین سفری صورت بگیره. اینکه جناب تقی‌زاده فرمودن که این دیدار کمک کرد برای تلطیف مواضع و عملکرد بریتانیا در ایران و اینکه به اصطلاح دغدغه های دولت روحانی رو کاهش میده و کمک کرده دولت روحانی، خیلی شبیه و دقیقا همون مواضعی است که خبرگزاری ها و رسانه های راستگرا و افراطی ایرانی از این سفر برداشت کردن. و من برام جالبه که این توافق بین آقای تقی‌زاده و گروه های و رسانه های راست چقدر نزدیک به هم از نتیجه گیری از این سفر. به نظر من این سفر چیز مهمتر از این مسائل در پیش خواهد داشت. الان توقع بیجایی است که بخوام همین الان بگیم فلفور به چه نتیجه میرسه. همونطور که همه ما میدونیم دیپلماسی و سیاست هنر امکاناته و ممکناته و بحث این که بگیم که الان آقای بروجردی سیگنالای نادرست یا متضادی میده، به نظر من این بحث کام متصور نیست. برای اینکه مواضعی که ایران باش مواجهه و داشته تا حالا معلوم شده که در گذشته اشتباهاتی داشته، بریتانیا هم در ارتباط با ایران اشتباهاتی داشته، به نظر من دو طرف تا یه حدی نسبت به گذشته تلطیف شده مواضعشون. نه غرب تونسته برنامه هسته‌ای ایرانو به کلی تعطیل بکنه همونطور که آقای این پا
پاول در سالهای اول حکومت آقای جورج بوش اصرار داشت. نه ایران تونسته دنیا رو نادیده بگیره و قطعنامه‌های بین‌المللی و تحریم‌ها و انزوا رو نادیده بگیره و بی تاثیر نسبت خودش بدن. دو طرف نسبت مواضعشون تعدیل شدن و دارن به یک راه حل میانه میرسن. حالا این که کمتر میبره که بیشتر بحث دیگه‌ایه که بعد دقیق‌تر مطرح کرد. ولی بحث مسئله مناسبات ایران و بریتانیا در سه مقطع مختلف قابل بحثه. یکی بحث مسائل داخلی دو کشور هست، یکی بحث منطقه‌ای بریتانیا در اروپا هست که بر اساس اون بعد به تحلیل کرد، همینطور بحث بریتانیا به عنوان نماینده یا رابطه با ایالات متحده آمریکا. در این سه منظر به نظر من باید روابط جدید و دوران جدید روابط ایران و بریتانیا رو بررسی کرد. اگر بحث تلطیف موضع بریتانیا در ایران یا اینکه مثلا آقای جکستو، اینکه گفته بشه آقای جکستو یا آقای لوردمون میان برای خوشامد جمهوری اسلامی حرفای میزنن، به نظر من حرفیه که مقداری باید راجع بهش گفتنش احتیاط کرد، چون به نظر نمیرسه که سیاست مداره کنه کاری فقط برای خوشایند حکومتی که به سفر کردن هرچی که اونا دوست دارن بگن. به اون حوزه‌ای که گفتین حتما خواهیم پرداخت، ولی پرسشی که من دارم این هست که اون همصدایی که گفته شد الان در بین در بریتانیا در لندن، صحبت های دیوید کامرون، ویلیام هیگ، موضع رسمی دولت بریتانیا و اون چه که این سفر به عنوان یک گروه از هیئت پارلمانی بریتانیا هست، این همصدایی که این طرف دیده میشه، این همصدایی در داخل ایران دیده نمیشه، این رو شما رد میکنید؟ به هیچ وجه. حرف شما کاملا درسته، برای اینکه این همصدایی در ایران وجود نداره. سه دسته در ایران با بهبود روابط ایران و غرب و به خصوص بهبود روابط ایران و بریتانیا مخالفت دارن. یه دسته مخالفت ایدئولوژیک دارن و معتقدن که هر گونه ارتباطی با بریتانیا ارتباط نادرستی است. این نگاه از قدیم بوده، از زمان قاجاریه بوده، دوره رضا شاه و محمد رضا شاه مشکلات ایران با بریتانیا داشته و در دوره جمهوری اسلامی که به مراتب بیشتر هم شده. از یک طرف ایده هستن که معتقدن که روابط ایران و غرب خوبه و ضروریه، ولی دولت روحانی هم که دولت خاتمی نمی بایست این کار انجام بدن و کردیت و اعتبارش رو نباید بگیرن و دولت راستگرای اصلاح مخالف اصلاح طلبی باید بیاد اون کار انجام بده، چون بهبود روابط ایران و غرب به اقتدار حکومت کمک میکنه به دلیل رقابت‌های سیاسی مخالف این بهبود روابط به خصوص با بریتانیا هستن. ولی مهمتر از این دو جهت کسانی هستن که به دلایل اقتصادی با بهبود روابط ایران و غرب و اروپا و آمریکا و بریتانیا مخالفن، کسانی که به همون دلایلی که آقای تبوزده فرمودن که مناسبات تجاری ایران در سطح پایین قرار داره و بیشتر از طریق دلالی و بازار آزاد و بازار تحریمی داره صورت میگیره، دوست ندارن این شرایط به حالت عادی برگرده و این به اصطلاح نان تحریم یا ویژه خاران به اصطلاح جدیدی که دولت به کار میبره قطع بشه و دوست ندارن که ایران به شرایط عادی در مناسبات با دنیا برسه و طبیعتا اونها هم علاقه ندارن که این روابط بهبود پیدا بکنه. آقای تقی‌زاده، قبل از اینکه بخش دیگه صحبت های لرد لامونت رو بشنویم، واکنش شما رو بشنویم به صحبت هایی که آقای تفرشی کردن. گفتن موضع شما شبیه موضع سایت ها و تندروها در داخل هست. ممکن است بعضی موارد موضع تندروهای جمهوری اسلامی با مواضع اسرائیل هم در یک موقعیت خاص همزمان باشه، این دلیل درست بودن یا غلط بودن اون موضع گیری نیست. اون چی که من اظهار کردم و همچنان به اون تاکید میکنم این است که به هر حال این هیئت که به تهران رفته نمیتونسته از هدف تلطیف چهره بریتانیا در ایران خودش رو مسئول نگه داره. اگر او به عنوان هیئت دوستی میره، پس مفهوم دوستی مگر میتونه غیر از این باشه؟ حالا اگر اصولگرایان بگن این حرف درستی است، اگر من این چنین نتیجه گیری بکنم باز حرف درستی است، وگرنه اصلا عنوان سفر هیئت دوستی رو چطور میشه تبیین کرد؟ خب بخش دیگری از صحبت‌های لرد لامونت رو می‌شنویم. اگر آقای تفرشی مطلبی داشتن حتما خواهیم شنید. از لرد لامونت درباره دیدارش با مسئولان اتاق بازرگانی ایران و بریتانیا پرسیدیم. ما دو دیدار داشتیم با اعضای اتاق بازرگانی و دیگر با بخش بریتانیا یا در واقع اتاق بازرگانی ایران و بریتانیا، و به این پرداختیم که کدام بخش های تحریم های اقتصادی اگر برداشته بشه یا تضعیف بشه کمک خواهد کرد به بهبود روابط اقتصادی. اما البته ما خیلی در این مورد پیش نرفتیم به سبب اینکه من قویاً معتقدم که
باید جزئیات مذاکرات و جزئیات توافق احتمالی اول مطرح بشه و کسانی که مشغول مذاکره هستند به این دست توافقها دست پیدا بکنند. بعد در واقع مسئله رفع تحریم ها یا کاستن از اونها مطرح بشه. و از طرف دیگر من متوجه این هم هستم کاملا و این رو گروه ما که به ایران سفر کرد نیز در نظر داشت که البته تحت شرایطی است که این تحریم ها ممکنه که تضعیف و نهایتا لغو بشه و هم تدریجی خواهد بود و هم مشروط به نوع رفتار ایران. البته این هم لازم به ذکر است که ما فقط به عنوان در واقع یک هیئت سیاست مدار که در عین حال حضور اقتصادی داره سفر کردیم به ایران و بازرگانی همراه ما نبود. آقای تفرشی، شنیدید صحبت لرد لامونت رو، نماینده محافظکار مجلس اعیان که از سفر به تهران بازگشته جمعه گذشته. بحث این هست، اشاره کردید به ویژه خواران، اینکه نهایتا اگر این روابط، ایشون رئیس هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و بریتانیا است و تماسایی هست، دارن تلاشای میکنن شاید به گونه روابط تجاری رو در همین حوزه پیامدهای توافق ژنو از سر بگیرن، نهایتا این اگر قراره که منجر بشه سری شرکت‌های دولتی وابسته به اطلاعات و سپاه و این مجموعه شرکت‌ها بخوان از این قضیه نفی ببرن، واقعا این گونه تماس‌ها چه نفعی برای مردم داره؟ خب این دغدغه که شما میگین ربطی به مستقیما و منحصرا به روابط ایرانی بریتانیا نداره، در هر جای دنیا میتونه باشه و این دغدغه‌ایه که خب همه دارند و در مورد روابط ایران بریتانیا هم از جمله وجود داره. بحثی نیست که منحصر به این بحث باشه، اون یه چیزی که به طور ریشه‌ای باید باش مواجه شد و مقابله کرد و در مورد این مورد خاص تأثیر و تغییر نمیشه ایجاد کرد. مسئله باز کردن فضای تجاری ایران برای همه مردم در یک فرصت برابر و یک رقابت عادلانه بحثیه که فراتر از روابط ایران و بریتانیا است. به نظر من یه بحثیه که در این مقوله خاص صرفا نمی گنجه، که البته در این مورد هم میتونه تحت تاثیر قرار بده مسائل. خب همین نکته رو در واقع با لرد لامونت هم در میان گذاشتیم که آیا صرف نظر از مسائل اقتصادی و اینکه اینها نتیجه چه خواهد بود، مسائل حقوق بشر هم در این دیدار مطرح شد یا در واقع تحت تاثیر سفر پیشین هیئت پارلمانی اروپا قرار گرفت که مسائل حقوق بشر تبدیل به یک جنجال خبری شد؟ پاسخ لرد لامونت رو بشنویم. ما به مسئله حقوق بشر پرداختیم کرارن و ما بسیار اشاره کردیم به مسئله گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل پیرامون وضعیت رعایت و نقض موازین حقوق بشر در ایران و مسئله دیگر کارمندان محلی ایرانی در واقع پیشین وزارت سفارت بریتانیا در تهران بودند که مورد اذیت و آزار قرار گرفتند، چه خودشون و چه خانواده هاشون، چند تا از اونها به زندان افتادند و بنابراین این هم از موارد دیگر مربوط به حقوق بشر بود که مورد نگرانی مایه نگرانی ما بود و ما مطرحش کردیم و در ابعاد و جوانبی دیگر نیز به مسئله حقوق بشر در ایران پرداختیم. من شخصا به مسئله اعدام ها در ملأ عام نیز پرداختم. آقای تقی‌زاده، فکر میکنید که این اولین باره در واقع من بعد از آمدن این هیئت پارلمانی در حتی مصاحبه‌ای دیگرم کردن، من تا اونجا که من دیدم موضع‌گیری خاصی در مورد وضعیت حقوق بشر نشد. اولین بار بود که من خودم از لرد لامونت شنیدم که مطالبی رو ظاهرا عنوان کردن در حوزه حقوق بشر، ولی اساسا فکر میکنید که رویکرد این گروه پارلمانی با رویکرد دیگر گروهایی که از پارلمان اروپا رفتن متفاوته در حوزه حقوق بشر؟ بدون تردید. من همین موضوع رو با روری استیوارد امروز مطرح کردم و از او پرسیدم آیا او اطلاع داره که در دستور کار این گروه این قرار گرفته بود که با مخالفین جمهوری اسلامی، با کسانی که تحت فشار قرار گرفتن، زندانی سیاسی هستند یا به هر حال معترض به رعایت نشدن حقوق بشر در ایران، تماسی برقرار شده، به اونها ماموریتی برای این کار دادید یا خیر، که او اظهار کرد که این ماموریت رسمی پارلمانی نیست، ماموریت داوطلبانه خودمون وکیل‌ها است. و همونطور که شما به درستی اشاره کردید، اگر آقای
پارلمان این مطرح رو مسئله رو مطرح کرده باشه، حتما در دیدار خصوصی با آقای ظریف مطرح کرده که آقای ظریف در این ارتباط مشکلی با آقای نورمن لوموت نداره. ولی مسئله این است که این اظهار نظر یا مداخله کردن در مورد حقوق بشر جنبه عام پیدا نکرد در هیچ کدام از مطالبی که آقای جک استرو و همینطور نورمن لوموت ضمن محاسبه مصاحبه مطبوعاتی روز چهارشنبه شون اعلام کردن، کوچکترین اشاره‌ای به مسائل حقوق بشر نکردن، حالون که نقاط قوی تکیه صحبت‌های اونها بر روی مسائل مربوط به برنامه اتمی ایران و تحریم‌ها و غیر ذلک بود. در حالی که وقتی آقای کامرون مثلا به چین میره، حتی در پایتخت پکن در مصاحبه مطبوعاتی از او سوال رسمی میشه و او در مورد مردم تبت و همینطور در مورد حقوق بشر در چین اظهار نظر رسمی میکنه. این مقام رسمی دولت بریتانیا است، ولی این مسئولیت و این ماموریت رو گروه پارلمانی بریتانیا در تهران شاید رعایت نکردن و به من امروز گفته شد که از آقای جک استرو اگر در جلسه سه‌شنبه هفته آینده کمیسیون امنیت روابط خارجی بریتانیا مجلس عوام شرکت بکنه، از او در این مورد سوال خواهم کرد که چرا این قضیه رو مطرح نکرد. آقای تفرشی، اساساً طرح مسائل حقوق بشر در این سطح به نظر شما مفیده یا بیشتر یه جست سیاسی از سوی نمایندگان پارلمان اروپا؟ ببینید، بحث حقوق بشر در ارتباط با ایران در دو سوی دنیا، یعنی در ایران و خارج از ایران، در بین حکومت ایران و در بین کشورهای غربی از دو منظر مورد بررسیه. در ایران جمهوری اسلامی بر این باور بوده و ادعا میکنه و اعتقاد داره که بحث حقوق بشر یک بحثیه که اتحادیه اروپا و آمریکا برای اعمال فشار به ایران ازش استفاده می‌کنن به عنوان یک ابزار سیاسی. در خارج از ایران برای اتحادیه اروپا و آمریکا این حرف وجود داره که بحث بنیادین هست. گروه‌های مخالف ایران، مخالف حکومت ایران هم معتقدند که نگران این هستند که با حل و فصل مشکلات دیپلماتیک و چالش هسته‌ای بحث حقوق بشر مورد غفلت واقع بشه و بهش توجه نشه. بنابراین همه طرف‌های درگیر در این ماجرا به نوعی مسئله حقوق بشر رو به نوعی باهاش مواجه هستند که نگران مطرح شدنش به عنوان یک ابزار سیاسی از سوی ایرانن. از خارج از ایران مخالفین حکومت جمهوری اسلامی نگرانن که مخفول واقع بشه. بنابراین موضوع بسیار حساسیه و طبیعتاً به نظر من، تا اونجایی که من اطلاع دارم، در گفتگوهای آقای جک استرو و همراهانش بحث حقوق بشر مطرح شده. حالا اینکه چقدر جدی مطرح شده و کم و کیفش چقدر بوده رو من اطلاع ندارم، ولی مسلماً مطرح شده. اینکه در آینده به چه صورت مطرح خواهد شد من نمیتونم پیش بینی کنم، ولی واقعیت اینه که مسئله وضعیت حقوق بشر در ایران از روی میز مذاکرات ایران و غرب قابل رفع شدن نیست، ولی ایران توقع داره که این بحث عمده اصلی نباشه و غرب هم ظاهرا تا این لحظه بر اساس توافق ژنو این رو پذیرفته که بحث عمده اصلی نباشه، ولی طبیعتاً حاضر به حذفش هم نیست. نکته برشاگ این هست که آیا پارلمان بریتانیا خط خودش رو از پارلمان اروپا جدا میکنه؟ پارلمان اروپا نمایندگان رفتن، مشخصا تصمیم داشتن، از قبل هم گفته بودن تو همین برنامه گفتگو با ما هم هر دو نماینده پارلمان بریتانیا که رفته بودن پارلمان اروپا گفتن که قصد داشتن با نسرین ستوده و فیلمساز برشکه ما مدت‌ها آقای پناهی مشکل داشته و زندان بود و گرفتاری که داشت ملاقات بکنن، ولی به هر شکل در برنامه هیئت پارلمانی بریتانیا به نظر میاد هیچ کدوم از این مسائل مطرح نبود. شاید در همین حدی که لرد لامون گفت سعی کردن مطالبی رو انعکاس بدن. خب این برمیگرده به اون پروتکلی که امضا شده و اون قراری که گذاشته شده. تا اونجایی که من اطلاع دارم، قراری که هیئت اعزامی از اتحادیه اروپا داشته مبتنی بر دیدار با خانم نصر ستوده و آقای جعفر پناهی هم بوده. حالا این جزئیاتش قابل جایزه بدن یا ندن، اون جزئیات اینکه کجا ملاقات کنن و مطمئن نیستم که سر اینم توافق شده بود، ولی در اصل ملاقات چیزی بود که دولت ایران و حداقل مجلس ایران ازش اطلاع داشته و بحث غافلگیر کننده نبوده. بعداً تبدیل شد این ماجرا به یک فوتبال سیاسی داخلی مثل خیلی از بحث‌های دیگه برای ضربه زدن به دولت روحانی و انتقاد از سیاست خارجی دولت ایران. در مذاکرات هیئت پارلمانی بریتانیا این مسئله پیش‌بینی نشده بود و هر کدوم لابد دلایلی برای این کار داشتن. طبیعتاً اینکه بلافاصله بعد از هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا به ایران اومدن هم میتونه تاثیر بذاره در اینکه مسئله حقوق بشر به عنوان یک آیتم علاهده و جداگانه در این مذاکرات و در این هیئت سفر پارلمانی مطرح بشه یا نه، میتونست تاثیرگذار باشه. بنابراین هم در مورد اولی هم در مورد دومی بر اساس توافق طرفین صورت گرفته و صورت نگرفته در واقع. خب از لرد لامون در مورد جایگاه مخالفان تعامل با ایران در پارلمان
بریتانیا سوال کردیم که رویکرد پارلمان بریتانیا نسبت به منطقه با توجه به مخالفتشون با حمله به سوریه چه هست و اینکه ایشون چه توصیه‌ای برای همتایان آمریکاییش در کنگره آمریکا داره. من به نظرم میرسه که شمار بسیاری از مردم هستند که و سیاستگران هستند در سطح جهان و به ویژه در غرب و در ایالات متحده و همچنین در بریتانیا که بدبین هستند نسبت به ایران و نسبت به چهره جمهوری اسلامی. اما اونطور که من میدونم چهره بریتانیا هم در ایران چهره مثبتی نیست و ما حتی در همین سفر اخیر نیز به همون یادآوری شد که ایرانی‌ها به طور تاریخی چندان بریتانیا رو مورد اعتماد نمیدونند و البته بخشی از اون هم مسئله بی‌اعتمادی هست که ناشی از دخالت بریتانیا هست همراه آمریکا در امور داخلی ایران در کودتای 28 مرداد. اما به هر حال من فکر میکنم که اگر بتوانیم ایران رو باز داریم از رسیدن به سلاح هسته‌ای طبعا جهان بهتری خواهیم داشت و از سوی دیگر من فکر نمیکنم کشوری با وسعت و مساحت ایران و با جایگاه ایران در خاورمیانه بتونه در انزوا نگاه داشته بشه و نباید این کار باهاش انجام بگیره، باید باهاش تعامل بشه و انزوای اون در واقع بیشتر به زیان و برای منطقه خطرناک خواهد بود. و من فکر میکنم که در واقع این ضروری هست برای ثبات و استحکام خاورمیانه. من واقعا متاسفم که عربستان سعودی مخالف با تعامل با ایران هست و به نظرم عربستان سعودی نمیتواند اینجا نقشی دوگانه بازی بکند، از سوی دشمنی بکند و از سوی دیگر دوستیش رو مثلا با غرب یا با آمریکا حفظ کند. از سوی دیگر در مورد بریتانیا من فکر میکنم که مسئله به هر حال مسئله ائتلاف ایران با سوریه نیز بوده و من فکر میکنم که طبیعتاً حمله به سوریه یا جنگ با سوریه در واقع به نفع یا به صلاح غرب و از جمله بریتانیا نیست. من فکر می‌کنم در مورد توافق با ایران، من فکر می‌کنم که این خطای بسیار بزرگی خواهد بود اگر کنگره آمریکا یا شماری از نمایندگان کنگره آمریکا با توافق با ایران و با پیشبرد مفاد اون موافقت نکنند و بخواهند تحریم‌های شدیدتری علیه ایران اعمال بکنند، در حالی که صحبت از مفاد توافق هست و مذاکراتی در حال انجام شدن هست، این در واقع نقض غرض خواهد بود و این بسیار به زیان جامعه بین‌المللی خواهد بود اگر که نمایندگان کنگره آمریکا تصمیم بگیرند که در واقع تشدید تحریم علیه ایران رو در موقعیت کنونی تصویب کنند. خب بخش دیگری از صحبت لرد لامونت رو با هم بشنویم و بعد بحث رو به آقای تغی‌زاده و تفرشی دنبال خواهیم کرد. از لرد لامونت پرسیدیم آیا عادی سازی روابط ایران با آمریکا از پل عادی سازی روابط ایران با بریتانیا عبور میکنه و در مورد ژنو دو که تاکید کرده بودند که ایران باید به ژنو دو دعوت بشه مذاکرات بر سر آینده سوریه، آیا ایران میتونه نقش سازنده‌ای بازی بکنه در شرایطی که ژنو توافقنامه ژنو یک رو بر سر سوریه نپذیرفته؟ من فکر میکنم که ممکنه این کمک بکنه. مسئله اشاره میکنند به مسئله روابط ایران و آمریکا که آیا در گروه برقراری رابطه میان ایران و بریتانیا هست یا نه. این خیلی رویکرد جالبی هست، ممکنه مؤثر باشه یا کمک کنه. البته مسائل زیادی هست که ما باید در نظر داشته باشیم. مسئله نقش ایران در منطقه هست، مسئله دوستیش با سوریه هست، مسئله نوع در واقع سابقه و پیشینه رابطش با غرب و از جمله به ویژه با بریتانیا هست، مسئله حقوق بشر هست و
همه اینها، اینها باید البته تحت بررسی قرار بگیرند و مورد توجه باشند. اما من اساساً روی کردی که دارم و اندیشه سیاسی که دارم این است که اگر با ایران تعامل جامعه جهانی افزایش پیدا بکنه، ایران هم در واقع بهتر پاسخگو خواهد بود به جامعه جهانی. بنابراین به هر حال ایران باید در منطقه ثابت بمونه، یعنی علارغم عدم ثبات و استحکام منطقه خاورمیانه، ایران احتیاج به حفظ ثبات و امنیت خودش برای جوابگویی به مردمش داره و من واقعا اعتقاد به انزوای هیچ کشوری ندارم، حتی انزوای کوبا مثلا. من موافق نیستم که ایالات متحده و کوبا با هم رابطه دیپلماتیک یا رابطه سیاسی ندارند. مسئله دوستی دیرینه ایران و سوریه مسئله ای هست که رمزآلود نیست، یک واقعیت غیر قابل انکاره و البته این بسیار منطقی تر و عقلایی تر خواهد بود که ما صحبت بکنیم با ایران در این خصوص و تعامل بکنیم با ایران در مورد مسئله سوریه نیز، البته با حفظ مواضع خودمون، انتقادهامون در مورد فعالیت‌ها و تحرکات حزب الله و مواردی از این قبیل. اما مسئله دیگر این هست که ایران باید با توجه به اینکه نقش عمده‌ای در منطقه داره و بازیگر عمده‌ای در منطقه هست، عدم مذاکره با ایران و شرکت ندادن اون کشور در مذاکرات ژنو اشتباه بسیار بزرگی خواهد بود. گفتگو با لورلامانت بود و تشکر از مهناز سمی برای برگردان زنده این گفتگو. آیه دکتر تقی‌زاده، مخالفان تعامل با ایران در پارلمان بریتانیا، در بریتانیا میتونن چوب لا چرخ همین نگاهی که الان لورلامانت مطرح کرد بگذارن؟ اشتباه نکنیم، مطالبی که آقای لوموند مطرح میکنه سیاست رسمی دولت بریتانیا نیست که بقیه اعضای پارلمان مانع از اجرای شدن اون بشن. سیاست بریتانیا در ارتباط با ایران و در ارتباط با زاویه سوریه مشابه با سیاست خارجی آمریکاست و این دو سیاست اعلام کردند که ایران تا قبل از پذیرفتن ژنو، مفاد توافق ژنو یک، آماده و قابل قبول و قابل پذیرش برای شرکت در کنفرانس ژنو دو که 21 ژانویه برگزار میشه نخواهد بود. بنابراین ایران به این کنفرانس دعوت نمیشه. ولی همچنان آمریکایی‌ها اعلام کردن، بریتانیا هم با این قضیه موافقه که در حاشیه کنفرانس با ایران در مورد سوریه مذاکرات محدود و همکاری محدودی صورت بگیره. این همکاری میتونه شبیه همکاری باشه که در فاصله سال 2005 تا 2007 ایران و آمریکا در عراق داشتن، به موفقیت‌های نسبی هم دست پیدا کردند. آقای لوموند اظهاراتی میکنه که نشون میده به مسائل روابط خارجی تسلط کافی نداره. مسائلش بیشتر تحت تاثیر آخرین اطلاعاتی است که در تهران گرفته و یا اطلاعات کوتاهی که ضمن بریفینگ خلاصه شنیدن از مسئولین وزارت خارجه بریتانیا بیاد داشته. اظهارات ایشون رو بایستی با مقداری غیر احتیاط و تصور این قضیه که او مسلط به مسائل خارجی نیست بررسی کرد و اون رو به عنوان نظرهای شخصی تلقی کرد، نه نظر رسمی دولت بریتانیا. آقای تفرشه، اگه مطلبی در این ارتباط دارید بشنویم، وقت کوتاهی هم داریم. راه عادی سازی روابط ایران با آمریکا به نظر شما از پل بریتانیا عبور میکنه؟ میتونه از این راه باشه ولی نه لزوما از این راه. به نظر من مطالبی که آقای لوردلمان فرمودند مطالبیه که به نظرم هیچ مغایرتی با سیاست کلان دولت بریتانیا نداره. آقای لمان به چند تا نکته اشاره کردن که مطالبی که من قبلا هم نوشتم و گفتم. بحث سیاست جدید غرب در قبال ایران بعد از توافق ژنو، مسئله این که سیاست دوران نادیده گرفتن ایران، دوران در انزوا قرار دادن مطلق ایران و دوران به اصطلاح دست کم گرفتن قدرت ایران در منطقه و در دنیا به سر اومده. به نظر میرسه که شرایطی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران مهیا شده، ضمن اینکه نشانه
عزم کلی ایران برای تغییر و تغییر موضع نسبت به غرب است، در اون سو هم به همین صورت است. و البته این مسئله مخالفان زیادی داره در اسرائیل، در عربستان و بین گروه‌های اپوزیسیون ایرانی مخالف داره، مخالف هستن کسانی که معتقدن بهبود روابط ایران غرب ممکنه به تقویت حکومت ایران منجر بشه، و طبیعیه که عده‌ای از این مسئله مضطرب میشن و دوست دارن که این کار به ثمر نرسه. آقای تفرشه، خیلی کوتاه، 30-40 ثانیه بیشتر فرصت نداریم. بحث زیادی سالهاست مطرحه که سیاست بریتانیا تحت تاثیر سیاست آمریکا بوده. آیا در مورد پارلمان بریتانیا میشه چنین معادله‌ای رو متصور دونست؟ به نظر من این رابطه متقابله. گاهی بود، گاهی سیاست در زمان مثلا حکومت آقای تونی بلر این کاملا درسته، ولی در بعضی اوقات برعکس بوده، یعنی تاثیرگذاری متقابله و یک تاثیر و تأثیر متقابل وجود داره، همیشه یکسان نبوده. ولی الان به نظر من یک تعامل بین سیاست آقای اوباما و آقای کامرون وجود داره، علیرغم اینکه آقای کامرون اساس محافظه‌کاره، ولی به نظر میسه که سیاست آقای بلر قبلا حداقل در ارتباط با ایران و خاورمیانه محافظه‌کارانه‌تر از دولت فعلی ائتلافی محافظه‌کار بود. آقای مجید فشی، آقای رضا تقی‌زاده، از هر دو شما سپاسگزارم برای حضورتون در این برنامه افق، همچنین از لورد نورمن لامونت برای گفتگو که امشب با ایشون داشتیم سپاسگزاریم. فیسبوک و گوگل پلاس برنامه رو فراموش نکنید. موضوع برنامه سه‌شنبه افق بازگشت ایرانیان هست. مهمانها ابراهیم نبوی، مجید محمدی و هوشنگ امیر احمدی هستند. افق 8 تا 9 شب ایران.